دفتر زنان سازمان ملل به تازگی همزمان با روز جهانی زن با انتشار گزارشی درباره وضعیت زندگی زنان در جهان هشدار داده. در این گزارش با یادآوری اینکه از هر 10 زن و دختر در جهان یکی در فقر مطلق زندگی میکنه، گفته شده صدها میلیون زن از اوکراین و فلسطین گرفته تا افغانستان و کنگو در کشورهای جنگ زده زندگی میکنند که به افزایش نابرابری جنسیتی در آن کشورها منجر شده. همکارم امید حبیبی‌نیا با جمیما جوکی، مدیر بخش توانمندسازی اقتصادی دفتر زنان سازمان ملل، در همین باره گفتگو کرده. ما شاهد پیشرفت‌های زیادی در زمینه برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران بودیم. در همین حال می‌دونیم که این پیشرفت‌ها کافی نیست و ما هنوز به تلاش در زمینه‌های مختلفی باید ادامه بدیم. در روز جهانی زن ما از همه خواستیم تا برای زنان در توسعه جایگاه بهتری فراهم بکنند. هنوز یکی از 10 زن در جهان در فقر مطلق به سر می‌بره. تا سال 2030 ما هنوز بیشتر از 340 میلیون زن و دختر در فقر مطلق داریم. زنان از فقر غذایی بیشتری رنج میبرند. الان بیشتر از قبل زنان در کشورهای در حال جنگ و درگیری زندگی میکنند. بیشتر از 614 میلیون زن در شرایط جنگی هستند که تبعیض جنسیتی رو بدتر میکنه. با اینکه پیشرفت‌های حاصل شده و الان تعداد دختران در مدارس و مراکز آموزش عالی بیشتر شده و نقش زنان در مشارکت سیاسی در کشورهای مختلف افزایش پیدا کرده، اما هنوز به تلاش‌های بسیاری برای دستیابی به برابری جنسیتی نیاز داریم. خاورمیانه در سال گذشته درگیر جنگ و درگیری بوده و برای همین وضعیت زنان در اونجا رو تحت تأثیر قرار داده و به خصوص امنیت غذایی اونها رو به خطر انداخته. ما بسیار نگران وضعیت زنان و دختران در غزه هستیم و خواستار آتش‌بس پایدار بشر دوستانه هستیم تا کمک‌ها به غزه برسه و گروگان‌ها آزاد بشن. درگیری در کشورهای دیگری هم در جریان، از جمله سودان، کنگو و افغانستان. در هر جایی که درگیری و جنگ رخ بده، اولین تأثیر رو روی زندگی زنان میگذاره و شرایط زندگی اونها رو بدتر میکنه. ما از مبارزه و تلاش زنان در همه جای جهان از جمله ایران برای برابری جنسیتی حمایت میکنیم. در سال 2022 ما شاهد جنبش زن زندگی آزادی در ایران بودیم. ما به قدرت متحد زنان در سراسر جهان باور داریم. زیرا زنان نیازها و اولویت‌های جامعه رو درک میکنند و برای همین هدف ما در دفتر زنان سازمان ملل اینه که از مبارزه زنان و مشارکتشون در ارکان حکومت و همینطور بهبود وضعیت جهان و کشورهای خودشون و تمام مردم جامعهشون حمایت کنیم. جمیما جوکی بود، مدیر بخش توانمندسازی اقتصادی دفتر زنان سازمان ملل، در گفتگو با همکارم امید حبیبی‌نیا.